55 سال تدریس من. بیست و بیست چهل، حالا یه نصفی هم از شما بگذارن. شما؟ شما؟ بله. بله. سلام. بله. مرسی. خب. ببینیم از این کتاب چی یاد گرفتیم تا اینجا. من چند صفحه؟ نه نه خوبه. ببینید این فریدمن رابرتسون واکر، من برم به اولش. از این فرمول دیستو فرمول 10-3 شروع بکنم. گفتیم که یه فرض کردیم، فرض بسیار بنیادیه و معلومم نیست که کاملا بتونیم روش قسم بخوریم، ولی به نظر میرسه تقریب خوبی باشه که این فرض رو بکنیم. اینکه عالم در حال حاضر اون چیزی که از رصدها میشناسیم تابش پس زمینه کیهانی داره که با دقت 1/100,000 ایزوتروپه و همگنه. ایزوتروپه و یعنی به هر طرف آسمان نگاه بکنیم همون شدت تابش رو در همون طول موجها میتونیم به دست بیاریم و توزیع تابش پلانک رو داره که اون منحنی معروفش ماکسیموم داره و بعد از به صفر میل میکنه طول موجهای کوتاه و طول موجهای بلند. در مورد ماده، خب این ایزوتروپی به دقتی که در تابش پس زمینه میبینین درست نیست. شما به مرکز کهکشان نگاه بکنید، سر راهتون خیلی ستاره هست، بعد از کهکشان که خارج میشین تا کهکشان راهش اندرومدا برسین خالیه، عملا چیز زیادی نیست. بنابراین اینو نمیشه گفت همگن چیز ایزوتروپ. و یه جای دیگه نگاه بکنید یه جور دیگه میبینید، ولی اگر در مقیاس های چند صد مگاپارسک، چند صد هزار مگاپارسک، چند هزار مگاپارسک نگاه بکنیم به امتدادهای مختلف آسمان، صرفا سر راهمون کهکشان ها رو که میبینیم بشماریم، این تعداد برای امتدادهای مختلف کم و بیش یکسان در میاد. نه دقیقاً با دقتی که برای تابش پس زمینه میبینیم، ولی با دقت کمتری یکسان در میاد. بنابراین میتونیم بگیم که تابش کیهانی و توزیع ماده در کیهان بزرگ مقیاس ایزوتروپه، همسانگرده. از طرف دیگر ما از زمین عالم رو رصد میکنیم. زمین هیچ امتیازی در عالم خلقت برش تصور نمی کنیم داشته باشه و بنابراین فرض می کنیم
اگر هر ناظر دیگری هر جای دیگر عالم بود و به اطراف خودش نگاه میکرد اونم میبایست عالم رو ایزوتروپ ببینه. خب ولی اگر قرار باشه هر ناظری در هر جا هست عالم رو ایزوتروپ ببینه باید عالم علاوه بر ایزوتروپی همگن هم باشه. یعنی هر ناظر یه واحد حجم در اطراف خودش بگیره میزان انرژی پسامینه کیهانی رو پسامینه کیهانی رو اندازه بگیره و میزان ماده‌ای را که درش از اندازه بگیره اونم باید همه ناظرین یکسان این رو ببینه یه اندازه ببینه. پس بنابراین آمدیم یه اصلی وضع کردیم که عالم در بزرگ مقیاس همسنگرد و همگنه. حالا در زمانهای مختلف تغییر میکنه اون به جای خودش. ولی در یه زمان معین الان نگاه بکنیم همه جا این همسنگردی و همگنی رو خواهیم دید. و اگر قرار باشه پارامترهای فیزیکی عالم تغییر بکنه نظیر چگالی، نظیر فشار، نظیر انرژی، تکان چگالی، انرژی چگالی، تکان اینا باید فقط و فقط به زمان بستگی داشته باشند حد اکثر و مستقل از مکان باشند. و اگر چنین این فرض کیهانشناختی ما درست باشه این اصل رو گفتیم چی اسمش رو گذاشتیم؟ اصل کیهانشناختی، درسته؟ این رو اسمش رو گفتیم اصل کیهانشناختی که عالم در بزرگ مقیاس همگن هست و همسنگرد و پارامترها و نتیجه گرفتیم پارامترهای عالم میبایست مستقل از مکان باشن، مستقل از مختصات آر و تطاوفی باشن و اگر تغییر میکنن چون در عالم در حال انبساطه فقط به زمان بستگی داشته باشه. متریک مناسب برای چنین عالمی رو نوشتیم این. سیدیتو یه پارامتریه که انبساط عالم رو نشون بده، AT اسمشو گذاشتیم ولی بقیهش آر و تتا و فی به این صورت. اون وقت این رو چطور پیدا کردیم؟ گفتیم که خیلی خوب، عالم یه چیزی باید داشته باشه در تمام نقاط، این فضای سبودیش باید یه خاصیتی داشته باشه که در برای در تمام نقاط مستقل از آر و تتا و فی باشه. و اون چیه؟ و اون عبارت هست از این اسمش چی بود؟ خمش اسکیلر، بله اسکیلر کروچر. این باید ثابت باشه، مقدار ثابت شمشش کی گذاشت. حساب کردیم برای این متریک این عبارت بود، متریک این تیکش بی بود و از این فرمول بی رو حساب کردیم شد در اومد یک تقسیم بر یک منهای کی بود و متریک رابرتسون فریدمن رابرتسون واکر. کی هم با یه تعبیراتی گفتیم که منهای یک و صفر رو یک بگیریم واحداشون رو با انتخاب واحدهای مناسب این کی سه مقدار به خودش بگیریم که مقدار کی صفرش نشون میده که این عالم تخته. این که اگر صفر باشه دیار دو آر دو داده این برای فضای تخت این رو در مختصات کلوی همین می‌نویسیم دیگه. وقت اگر به علاوه یک باشه وقت این عالم انحنای مثبت داره، انحنای یک باشه انحنای منفی داره و بقیه چیزا. و این هندسه چیز رو فضای رابرتسون واکر رو هم
و تفصیل نسبتا زیادی بحث کردیم. و اون تی که اونجا دید داشتیم، اون اگر دقت بکنید برای تمام ناظرها یکسانه. پس بنابراین اسمش رو گذاشتیم یونیورسال تایم و یا زمان کیهانی. و هر کسی در هر جا هست، ساعتش هر چی اندازه میگیره اون زمان کیهانی. ناظری که بهش موشکی نبسته باشن که در حال شتاب باشه و در گرانشی که موجوده در هر جایی که هست سقوط آزاد بکنه، اون زمان که اندازه میگیره با ساعت خودش اون زمان کیهانی و برای تمام ناظرین مطابق در این فضای فریدمن رابرتسون واکر باید یکسان باشه. سرعت هر ناظر کیهانی چون دیار و دیده تا دیفیش تغییر نمیکنه، فقط باید 30 باشه بنا به تعریفی که داریم. موقع این عالم سرخیدگی نشون میداد، یعنی یه نوری که به ما میرسه از دور دستا توجیه شهودی که اگر میخواین یادتون بمونه اینه: طول موج یه طوله، طول موج یک خط بینابی یه طوله. اون وقت نوری که ما از یه کهکشان میبینیم در زمانهای خیلی دور این نشت شده. این طول تا به ما برسه عالم منبسط شده، همه چیزش، از جمله این طول موج. بنابراین ما طول موج منبسط شده رو دریافت میکنیم که با اون طول موجی که اتم هیدروژن ما در لابراتوار ما الان تشعشع میکنه از اون بلندتر خواهد بود اگر طیف اتم رو ببینیم. پس بنابراین این لامدا صفر به لامدا متناسب با ای در تی و ای در تی. ببینید، فرض کنید که این طول موج خط هیدروژنی که ما در لابراتوارمون اندازه میگیریم. ای تی و زمان خودمون هم تی صفر گذاشتیم. ضریب مساحت کیهان ای تی صفر برای ماست در حال حاضر. ولی این لامدا در گذشته های بسیار دور در زمان تی ساطع شده و این عالم منبسط شده، بزرگتر از یکه. پس بنابراین این هم بزرگتر از یک باشه و این رو پس و پیش بکنید، این فرمول رو زد لامدا صفر منهای لامدا تقسیم بر لامدا صفر، این سرخیدگی کیهانیه که برابر میشه با این مقدار. و این رو اگر همین رو اگر بست بدیم، قانون هابل رو از این به دست میاریم و با این کار رو هم انجام دادیم. ایتی رو حول ایتی صفر رو بست دادیم و این ضرایب رو به این ترتیب تا ثابت هابل الان اینه برای زمان تی، اون وقت پارامتر هابل این شتابشه، ای دابل دات در اینجا هست و این رو به این صورت نوشتیم. اون وقت چیزی که هست، ما زد رو میتونیم اندازه‌گیری بکنیم. از هر جای عالم نوری دریافت بکنید، برش سرخیدگی زد رو میتونید اندازه‌گیری بکنید. فرمولش خیلی ساده است: لامدا منهای لامدا صفر تقسیم بر لامدا. اون وقت شتاب رو هم میتونید چیز بکنید، اندازه‌گیری بکنید. اون رو هم امروزه با نگاه کردن به داده های ابرنواخترهایی که در این ور اونور دنیا میبینیم. وقت اگر توی اون فرمول قبلی نگاه بکنید کیو رو و ایج رو میتونید براش حساب بکنید،
خیلی چیزها رو میتونیم به دست بیاریم. اطلاعات اولیه‌ای از همین دو کمیت رصد شدنی میتونید به دست بیاریم. از جمله این قانون هابل رو میتونیم به دست بیاریم که وی بر دی نه وی بر سی زده وی بر سی این فرمول رو به سی تقسیم بکنید میشه زد مساوی اید سفتی این قابل اندازه گیری کیو قابل اندازه گیری بنابراین همینجا میبینید که دی رو میتونید حساب کنید اگر اید سفت رو به دست آورده باشید این فرمولا رو هم نوشتیم، گفتیم به دردمان خواهد خورد. دوری سنجی رو بس کردیم. ببینید ای فاصله ما روزمره باش آشنا هستیم. از این ور اتاق تا اون ور اتاق چند متر. از اینجا تا ابهر چند کیلومتر. از اینجا تا نیویورک چند کیلومتر؟ از اینجا تا ماه چند صد یا میلیون کیلومتر یا خورشید یا فلان و همینطور زمان رو از صبح که بلند شدم و الان که این کلاس هستم چند ساعت گذشته ساعتم اونجا میده به یا مثلا الان از الان تا نصف شب چقدر مونده؟ اول تیر یا دوم تیر تا اول پاییز چند روزه؟ با دقت اینا رو میتونیم حساب بکنیم. ماه دور خورشید زمین چند ساعت چند روز میچرخه؟ ولی اگر بگیم که عالم کی به وجود آمده و فاصلهش از من چقدره این فاصله ها و این زمان ها را هیچ وقت ما تجربه نکردیم هیچ معلوم نیست مفهوم زمان همین باشه که ما الان داریم مفهوم مکان همین باشه که ما یاد گرفتیم قدم بزنیم طول اتاق را اندازه بگیریم یا مثلا از اینجا تا ابهر مثلا ماشین برونیم و ببینیم که کیلومتر شمار چقدر نشون میده بنابراین لازمه که این فاصله تعریف بشه منظورمون از فاصله چیه؟ اینجا سه تا فاصله ما تعریف کردیم. فاصله ای که کوردینیت اینه. A ضرب در کای. ولی این رو اندازی نمیگیریم. فلاکس رو اندازه میگیریم و بعد تقسیم بر فاصله به توان دو میکنیم. ببینید فلاکس اندازه میگیریم این فرمول به ما یه فاصله ای میده که از روی لومیناسیتی به دست آوردیم و این برابر با این دی کوردینیت نیست تفاوت داره یا مثلا قطر ظاهری اندازه میگیریم این شیء که در جلومون میبینیم تحت چه زاویه‌ای میبینیم و اگر حدس و گمانی داریم که اون شی چقدر باید ابعادش باشه و الان تحت زاویه فلان من میبینم پس بنابراین یه مثلث حل بکنم که یه زاویهش رو میدونم یه طولش هم میدونم و اون وقت فاصلش تا من چقدر خواهد بود این دی بر حسب ای رو چرا گذاشتم در اینجا انگلر دیستنس بله ولی خب در فواصل نزدیک در زدهای کوچک زدهای کوچک یعنی فواصل نزدیک به ما سرخیدگی کم یعنی فواصل نزدیک به ما در فواصل نزدیک به ما تمام این
ستاتیی که من تعریف کردم هر سمس دیگه کوردینیت میشه. یعنی دور برمون که نگاه میکنیم و فاصله رو اندازه میگیریم و تعمیم میدیم برای دور برمون، این برای زدهای کوچیکه که همون بیش توافق داریم، ولی به فاصله خیلی دور رفتیم باید بگیم که منظورمون از فاصله چه فاصله ای. دینامیک رو میخواستم، اینا تا اینجا سینماتیک بود، از این بعد دینامیک بحث میخواییم بکنیم و گفتیم که فرمول انیشتن، فرمول میدان انیشتن، چیز ثابت که آن شناختی هم بهش اضافه کردیم، مساوی انرژی مومنتوم تنسور اون چیزهایی که میبینیم. چند چیز میبینیم؟ ممکنه که ماده باریونی ببینیم، گاز ببینیم، دارای فشاره و دارای چگالیه. اگر لازمه یه معادله حالت هم براش فرض بکنید، این چگالی و فشار چه ارتباطی با هم دارن. ممکنه غبار باشه که چگالی داره ولی فشار نداره. ممکنه تابش پس‌زمینه باشه، تابش الکترومغناطیسی باشه که اون وقت فشارش متناسب است با چگالی به توان 4/3 یا چی؟ نه، 1/3 پی مساوی 1/3 رو، درسته؟ برای گاز کامل پی مساوی نسبت گرماهای ویژه ضرب در رو تیو. یا ماده تاریک باشه که چون یه جایی هم در دینامیک درس‌های گذشتمون دیدیم که نه گرانش انیشتنی نه گرانش نیوتونی به قدر کافی قوی نیستند که دینامیک کهکشان‌ها رو نشون بدن، مخصوصاً منحنی تغییرات سرعت دورانی ستاره‌ها دور یک کهکشان در حسب فاصله که نگاه بکنین، عوض که نیوتونی تغییر بکنه بیاد پایین، مطابق قانون تالی فشر یه مجانب افقی داره و این مجانب افق، مقدار مجانب هم با اون چیزی که گرانش نیوتونی پیش بینی میکنه جور در نمیاد. و برای این منظور بنابراین اونایی که دنبال ماده تاریک رفتن، یا خیلی خوب غیر از این موادی که میبینیم یه چیز دیگری هم هست نمیبینیم، فقط اثر گرانشی داره، وقت اون اسمشو بگذاریم ماده تاریک، یکی از این آیه‌ها مال ماده تاریک باشه. چی براش بگیم خدا میدونه، هیچ وقت هم به ما نمیگه، تا بال نگفت. خب حالا اون فرمول بالا را بیایم حل بکنیم. این فرمول رو بالا حل بکنیم، مؤلفه تی تی، آر آر، فی فی رو بگیرین. ولی دفعه پیش گفتیم چون عالم رو همسانگرد فرض کردیم، این مؤلفه های تی تی و آر، تتا تتا و فی فی باید هر ستا باید یک نوع اطلاعات به ما بدن. اطلاعات جدید ستا معادله اگر بنویسیم محتوای اطلاعاتشون یکی، فقط مؤلفه تی تی و یک کدام از این مؤلفه های مکانی کافیه. توی فرمول فقط مؤلفه تی تی و یک کدام از مؤلفه های مکانی، مثلا آر آرش اطلاعات داره، اون دوتای دیگه هر چی هست توشون از این دوتا میشه به دست آورد. بنابراین در حل این معادلات آمدیم گفتیم که
به آرتیتیو آرتیتیو اکتفا بکنیم، این دوتا رو بذاریم کنار، هرچی این تو هست بیش از این که این تو هست نیست، یا بهتر هرچی این تو هست همون اطلاعات در این آرتتا و تتا و آرفیفی هست، یا حتی این هم کفایت میکنه، آرتیتی رو بگیریم با این آر کفایت میکنه که شما با این دوتا کار بکنید. البته یه مالی حالت هم باید فرض بکنیم برای یه مؤلف های چیز. بنابراین از این دوتا معادله، از دوتا معادله میتونین یکی این رو حساب بکنید، یکی هم این فرمول رو حساب بکنید. اینا فرمولای دینامیکیه برای کیهان رابرتسن، فریدمن رابرتسن واکر. پیوستگی انرژی تکانه هم داریم، ولی اطلاعاتی که درش هست اطلاعات مستقل نیست از معادلات فیلد انیشتن. برای اینکه مالی انیشتن چی بود؟ تانسور ریچی، تانسور انیشتن مساوی تانسور متناسب با تانسور انرژی تکانه. تانسور انیشتن چهار دیورژانسش صفر بود، این برم چهار دیورژانسش صفر بود. چهار دیورژانس تی مینو صفر بودن یعنی اصول بقای فیزیکی، کمیت های فیزیکی. و اگر مالی انیشتن قبول بکنی خود به خود این صادقه در موردش. بنابراین میتونه معادله پیوستگی برای ماده رو بنویسیم، برای محتوای عالم رو بنویسیم، ولی اطلاعات مستقیم در اطلاعات مستقل درش وجود نداره. خب اینا معادله حالت، معادله حالتمون رو در ساده ترین حالت گفتیم که بگیریم. کجاست معادله حالت؟ این در بود. این معادله پیوستگیه. معادله حالت رو بگیریم. اجزای عالم با این آی مشخص میشه. یکیش تابش پس زمینه است، یکیش ماده باریونیه، یکیش جمله لامداست. برای اینکه لامدا رو ببریم به این سمت، مثل تیمینو هست. یکیشون جمله کیه که اگر عالم انحنا داشته باشه یا نداشته باشه وقت یه سهمی داره. یکی هم ماده تاریکه و همین چیزا. چهار قلم این آی مقدار به خودش میگیره، اقلا در این کیهانه که فریدمن رابرتسن واکر نسبت میگیره. یک، دو، سه، چهار. برای داست این دبلیو مالی حالت اینه. فشار متناسب با رو ضریب تناسب دبلیو. و این اگر چیز باش اشه کیهانی باشه دبلیو یک سومه. این یک سوم در اونجا. اگر گاز معمولی باشه، تک اتمی باشه پنج سومه، دو اتمی باشه هفت دومه، پنج سوم یا هفت دوم، پنج سوم یا هفت سوم، یا همچین چیزی. ها؟ دو پنجم و دو هفتم. پس بگی جنو گازی فرض میکنین عددی بین یک سوم فلان. این دبلیو ای دبلیو لامدا منهای یک نوشتیم، یعنی که فشارش منفیه. اگر بگیم که این لامدا نقش یک نوع انرژی یا ماده رو بازی میکنه، اگه طرف چپ معادله، راست معادله بردیم،
اون وقت این فشار منفی داره. این فشار منفی رو تو جدول نمیتونیم ببینیم، ولی یک کم پایین رفتیم میبینیم. ببینیم رو آی به رو صفر آی، این معادله پیوستگی داریم حل میکنیم، این معادله است داریم حل میکنیم. این رو حل بکنید، این دابلیو میاد اینجا. دابلیو مثلا برای ریدیشن این رو بگذارین یک سو، برای داست بگذارین صفر. اگر این کی بود، کی ثابته که ثابته دیگه، مستقل از زمانه. ببینید این رو در زمان آیه، در رو آی در زمان تیه، این رو آی در زمان تی صفره. خب ولی ثابته که آن شناختی بنابر فرض ثابته، با زمان تغییر نمیکنه. حالا اگر بخواید این با زمان تغییر نکنه، دابلیو منهای یک باید باشه، این کمیت به توان صفر بشه یک و تغییر نکنه. این که میگن ثابتی که آن شناختی مثل ماده ای که فشارش منفیه، این فرموله و این فرض است. چیز ناتوانی هامونه که در این فرضامون برای این کیهان فریدمن فرض کردیم، یه انعکاسی از اون است، چیز خارق‌العاده‌ای نیست. یک کار دیگر هم کردیم در اینجا، این چگالی ها رو، چگالی ها که از اینجا به دست میاریم، اینا رو سعی کردیم بر حسب یک چگالی بی بود بکنیم. ببینید این H2 تقسیم بر 3 HBG، اینا که عدد ثابتن، اقلا H0 رو شما میتونید حساب کنید، ثابت هابل در زمان حاضر رو میتونید حساب کنید. این دیمانسیون چگالی داره، اسمشو بگذاریم چگالی کریتیکال. کریتیکال هم با اون انتونیشن منفیش در نظر نگیرید، چیزی خارق‌العاده اتفاق نمیفته. عددی بی دیمانسیون میتونید رصد بکنید برای زمان حاضر. حالا بقیه چگالی ها رو به این روسی تقسیم بکنید، تمام اینا روسی تقسیم شده، اینا بی بود. مجموعه اینها در زمان حاضر باید یک باش، برای اینکه هرچی بود در عالم حساب آوردیم دیگه، این باید یک باش. معمولی که کیهانشناسان است که معادله را به چگالی بحرانی بخش بکنند و با پارامتر بی بود سر و کار داشته باشند. برای این منظور نخست فرض کنیم این A مساوی با یک باشد، مال زمان حاضر رو یک بگیریم، وقت این چگالی های بی بود باید در این رابطه صدق بکنیم. ولی تک تک اینها رو میتونیم رصد بکنیم و بعد با هم جمع کنیم و بعد ببینیم یک میشن یا نمیشن. اومگا آر، اومگای ریدیشن رو چطور اندازه بگیریم؟ باید بتونیم حدس بزنیم. جواب بدین اومگا آر رو، اومگای ریدیشن رو چطور، کی اندازه میگیره، چطور اندازه میگیره؟ یا
کاری که پنزیاسو ویلسن انجام دادن دیگه. نه همین کار میکردن دیگه. تابش پس زمینه با دمای 2.7 درجه میاد. خب توی فرمول پلانک بگذارین روشو میتونین اندازه بگیرین. بعد به رو صفر تقسیم کنید اومگا آر میاد. اومگای باریونیک رو چطور اندازه بگیریم؟ چیزایی که میبینیم کهکشان ها رو ببینید بشمارید ستاره هاشون رو بشمارید ببینید که چقدر جرم دارن بگید که مثلا منظومه شمسی ببخشید کهکشان را شریف چقدر جرمش 3.4 × 10^11 اندرومدا حدود 10^12 بقیه چیزا را رصد بکنیم بشمارین و اون وقت بگین که در عالم چقدر چند تا ستاره هست چقدر وزنشون چیزمشونه اون وقت تقسیم بکنید به اون رو سی اومگا لامدا رو ببینید چهار چیز هست اینجا اومگا آ رو فهمیدیم اومگا بی رو فهمیدیم چی دار اندازه میگیرن حالا اومگا لامدا رو میپرسن شما دو نفر خوابتون که نبرده از انبساط کیهانی نه از انبساط کیهانی از شتاب انبساط کیهانی چون لامدا رو گنجوندیم اونجا که شتاب انبساط شتابنده رو به ما بگیم بنابراین از اگر سوپرنوواها به ما میگن که عالم با چه شتابی اندازه انبساط میشه اون وقت اون شتاب قاعدتا باید میزان لامدا رو به میتون بده چه لامدایی بگذاریم اومگا کی آیا عالم تخت اینا مثبت داره یا منفی داره درست خبر نداریم جوابش اینه او رو درست خبر نداریم که عالممون در چه حاله ولی خب حالا که اون ستاره تونستیم اندازگیری بکنیم یه ماده تاریک هم بود اون از کجا اندازه میگیریم چگونه رصد بکنیم منحنی صورت قاعده تالی فشر بله یکی قاعده تالی فشر این تلفش در مورد کهکشان های مارپیچیه مارپیچی ها به خاطر اینکه شما مارپیچی ها غبار دارن و ابرهای ایدروژنی دارن دور برشون ابرهای ایدروژنی طول موج 21 سانتیمتری تشعشع میکنه از خیلی دور دست ها میشه دید وقت و در کهکشان های مارپیچی اینا هستن که اجازه میدم ما منحنی روتیشن رو تا فواصل دور ببینیم مارپیچی کهکشان های بیضوی غبار و گاز ندارن بنابراین خیلی دور دورا را شو نمیتونیم بررسی بکنیم این تفاوت هست بنابراین چیز تالی فشر مخصوص کهکشان های راه کهکشان های بیضویه ولی خب کهکشان های مارپیچیه ولی کهکشان های بیضوی هم کم بوده
کماوری ماده باریونی رو نشون میدن از خودشون. قضیه ویریال در موردشون صدق نمی کنه. دوتی برابر انرژی پتانسیل نیست. دوتی به علاوه وی صفر نیست. دوتی به علاوه وی بزرگتر از صفره. یعنی سرعتها خیلی بیشتر از اون چیزی که انرژی پتانسیل بتونه اینا رو نگه بداره سر جاش. اونجا هم باز ماده تاریک می‌ریزیم تا اینکه قضیه ویریال رو درست بکنیم. و اونجا دوتی متناسب است با دیسپرژن ولاسیتی، دیسپرژن سرعت‌های کهکشان‌ها در سرعت‌های ستاره در داخل مارپیچی، در داخل یک بیضوی الیپتیکال. اونم قابل رصده و این تیکش به نام کیه؟ یادم رفته اسما. یه جفت اسم دیگرم داریم برای اندازگیری دیسپرژن سرعت در کهکشان های بیضوی. ای بابا اینجا نوشتم. خب این جدولم دفعه پیش دیدیم. ماده باریونی 48% تقریبا 5% 48005%. ماده تاریک 26%. جوالی باریونی ماده تاریک 30%، 31%. تابش پس زمینه بسیار بسیار ناچیزه. عدد خیلی خیلی کوچیک. انرژی تاریک ناشی از لامدا است 70%. ببینید این جدول باید به شما بگه که ما از عالم اون چرا که میبینیم این تیکشه، فقط این تیکه رو میبینیم. خیلی ناچیزه، 5%. بقیه رو حد زدیم. بنابراین چقدر باید بقیه این چیزا نامطمئن باشن. رصدها، تمام رصدها این قسمت رو میدن به ما. و قسمت عمده 69% به علاوه 25%، 95% عالم دیده نمیشه. فقط به خاطر اینکه گرانش کم میاره میگم وجود داره. یادتون باشه. خیلی قسم نخورین روی این چیزای بعدی. من امروز صحبتم روی 25%. یعنی توی دنیا این همه کیهانشناسی میبینین، توی ایران هم میبینین که همه جا کیهانشناسی میکنن، حرفای دهن پر کن میزنن. یادتون باشه بر مبنای اینکه من از عالم 5% میبینم، 95% رو نمیبینم، پس بنابراین این حرفا رو میزنم دیگه. چی؟ ما برای چه برای ماده تاریک فقط و فقط بر مبنای اینکه ما مشاهدات تالیفشر رو داریم،
در کهکشان های مارپیچی و اون یکی رو که گفتم اسمش الان یادم رفته نه در کهکشان های پیزوی فقط و فقط مبنای رصدیشون اونه. این دوتا مشاهده هم هیچ وقت تالیفشه نیومدن بگن که ماده تاریک ما میبینیم. گفتن که ما منحنی سرعت دوران دور کهکشان میبینیم که مثل نیوتونی نمیاد پایین. حالا یه عده پریدن جلو گفتن ماده تاریک بریزیم، قضیه گرانش نیوتونی درسته، ماده تاریک بریزیم تا اینکه این مشاهده تالیفشر رو درست بکنیم. یه عده هم گفتن نه، در گفته نیوتون شک بکنیم، بریم دنبال عوض کردن گرانش نیوتونی یا انیشتینی. در هر حال هر چی باشه، وقتی که چیز تالیفشر مبنای رصدی داره یه ایرادی نشون میده، این ایراد رو چطور رفع بکنیم دیگه هیچ رصد دیگری نداریم برش. بقیهش همش فرضه. ماده تاریک هست، ماده تاریک مثل شاره کامله، این شاره کامل یه معادله حالتی داره، W برش یه چیزیه که من فرض میکنم، هیچ کدام از اینا رو نمیتونم ببینم، تا به حالا هرچی سعی کردم نتونستم ببینم. این فرضا و شکها رو هم یادتون نره که وجود داره. وقت شما این چهار قلم رو صبح 1 2 3 4 5 که این تو نیست، ببینم 1 2 3 4 5 این جمعش رو میشه 99 96. اینا رو دقتشون اگر نگاه بکنید تا این اندازه نیست، تا رقم ششم نیست. حالا اگر اومگا کی وجود داشته باشه که خمش فضا رو نشون میده، باید در حد عدم اطمینان در روی این اندازه‌گیری ها باشه. بنابراین اگر گفته بشه که عالم رو تخت میبینیم، این یکی پر بیراه نیست که عالم رو تخت فرض کنیم، کی رو صفر بگیریم. خب حالا ما یه عالمی درست کردیم به نام فریدمن رابرتسون واکر. این عالم ادعا نمی کنیم که عالم واقعی رو نمایندگی میکنه، ولی بهترین چیزی که به عقلمون رسیده تا به حال ایجاد بکنیم، یعنی به عقل فریدمن رابرتسون واکر رسید. بقیه هم یه چیزایی بهش اضافه کرده. هنوز تناقضای آشکاری داره. حتی اگر ماده تاریک رو به همون صورتی که آقای ناوارو ویلسون NFW ناوارو فرانک ویلسون اینا که توری لامدا CDM رو بحث میکنن، لامدا وجود داشته باشه، سی کول دارک ماتر وجود داشته باشه، این مدل رو میگیم لامدا، مدل لامدا CDM. اون وقت و اگر پروفایل ماده تاریک هم مثل پروفایلی که آقای ناوارو فرانک ویلسون NFW این اصطلاحات رو الان خلاص شده است میبینیم، حتی اگر به اون صورت ببینیم قبول بکنیم، هنوز تناقضایی داره که این ماده تاریک و انرژی تاریک هم به این صورت که فرض کردیم نمیتونن این رو حل بکنن. این تناقضا
یکیش مسئله تختی مدل های لامدا سی دی ام. فهمیدین چرا لامدا سی دی ام اسمش گذاشته ایم؟ یه جمله لامدا فرض کردیم، یه کولد دارک متر فرض کردیم، اون وقت بقیه چیز هم که دوتای دیگر هم که بلدیم، چقدر ماده باریونی هست، چقدر ریدیشن هست. و مجموع اینها یک با دقت بلاوه یا منه یک صدم از اون جدول معلومه. خب بنابراین امگا یک قاعدتاً باید اگر باشه در این حدود باشه، در حد خطای محاسبات. حالا میخواییم با دیمانسیون ها کار بکنید، اینا را به اون چیز کریتیکال ضرب بکنید. این لمحش رفت. این جوالی کریتیکال این بود دیگه. ضرب بکنید. این عالم موجود ماست، این صفرها را میبینید. یک. اون وقت. در یه جایی این لامدای ریدیشن روی ریدیشن از روی همه معادله حالت دیدم که به نسبت یک بر ای چهار تغییر میکنه، عالم منبسط میشه، چگالی ریدیشن میاد پایین، عالم با آهنگ A، اون پارامتر انبساط منبسط میشه. این چگالی ریدیشن به نسبت یک بر A به توان چهار. ماده معمولی به نسبت یک تقسیم بر A به توان سه. ماده تاریک هم چون مثل ماده معمولی فرض کردیم، اونم به نسبت یک بر تقسیم A به توان سه. خب و اگر اینا رو بگیم که با این دقت در زمان حاضر یک هستند، در روز اول در گذشته های بسیار دور در زمان مهبانگ هم با این آهنگی که اینا تغییر کردن در اون زمان چی باشن و چگونه است که این الیمنت های مختلف به توان یک بر ای سه، یک بر ای چهار، اون یکی لامداش است که متناسب با ای هم نیست تغییر میکنن، اینا چطور شدی که روز اول دبدوان 14 سال پیش تنظیم شدن که امروز این عالم تخت میمونه. مسئله تختی مدل های لامدا سی دی ام یکی از موارد نقض این تئوری لامدا سی دی ام. مجموع چگالی های بی بود تابش ماده باریونی، ماده تاریک، انرژی تاریک با دقت 1% برابر با 1 و مجموع چگالی های بابود برابر با چگالی بحرانی در حال حاضر است. اندازه پارامتر 5 باید 1% باشه. در بازه خطاهای رصدی میفته و باید نتیجه گرفت کیهان امروزی عملا تخت است. ولی کیهان زمانهای گذشته به ویژه کیهان آغازین با چه دقتی تخت بوده. در جستجوی پاسخ نخست از تعریف اومگا کی زد شروع بکنیم. اومگا کی زد رو اگر حساب بکنید از روی همون فرمولایی که داریم باید به این صورت تغییر بکنه، یک علاوه زد دو. برای بقیهشون هم میتونید این فرمول رو بنویسیم. بر حسب زد که قابل رصده، این زد قابل رصده در اینجا. زدی که در این فرمول میبینه قابل رصده. اون وقت. سپس به جای ایج دو زد از معادله میگذاریم، اومگا کی زد باید این باشه.
در زمانهای نزدیک به مهرپانگ انتظار می‌رود سرخیدگی زد بسیار بزرگ باشد و جمله درون قلاب در نقلاب از اینجا تا اینجا را میگه در مخرج کس بالا به بی‌نهایت میل کند که آنشناسان به تفاوت مقدار آن را 10^40 تا 10^60 تخمین می‌زنند. این حرف را می‌فهمین چی میگه؟ ماره همین یعنی چی؟ همین یعنی چی؟ بله این همه اینا ناشی از این میشه که بر مبنای اطلاعات کم میخواییم تئوری درست بکنیم. بله باید بپذیریم که آنشناسی هنوز علم دقیقه نیست. خیلی سعی میشه، خیلی کار انجام میگیره، خیلی انرژی و بودجه صرف میشه، ولی هنوز که هنوزه خیلی علم دقیقه نیست. پیشرفت‌های زیادی هم شده، مثلا همون جدول همکاری پلانک این مقادیر رو میده، خیلی زحمت روش کشیده شده، اطلاعات زی قیمتی داره، ولی هنوز بسیار اندکه. ببینید این رو میگه در روز اول مهرپانگ عالم منبسط میشده باید از یه نقطه شروع کرد. اصلا اگر مهرپانگ درست باشه، چون هیچ کدام از این منجم جهانشناسان در اون زمان نبودن. ببینید شواهد امروزی هم همین اندازه هاست که داریم میگیم. اگر درست باشه مهرپانگ، انبساط اولیه باید خیلی خیلی سریع باشه. اگر خیلی خیلی سریع بود میباید زد در اون زمان ها بسیار بزرگ باشه، در زمان های دور. توی این فرمول این زد اگر از گرانشناسان به تفاوتون از مرتبه 10^40 تا 10^60 تخمین میزنن، این نشون میده که این گرانشناسان چقدر درمانده هستن که عدد 10^40 رو به یکی 10^40 میگه، یکی 10^60 میگه. اگر قرار است در عصر حاضر مقدار اومگا که مقداری در هولوحوش چند دهم و چند صدم باشد، اومگا کی زد در آغاز کیهان باید مقداری بسیار بسیار کوچک داشته باشد. اومگا کی در آغاز کیهان باید مقداری بسیار بسیار کوچک داشته باشد تا در زمان حاضر بشه یک، ببخشید صفر، در حد یک صدم دیگه، بلا و یمنا یک صدم. این تنظیم فاین تیونینگ، این تنظیم ظریف آغازین چگونه انجام گرفته و کیهان امروزی تخت مانده است؟ پرسش فاین تیونینگ را نخستین بار دیکی در 1969 مطرح کرد. مدل های استاندارد لامدا سی دی ام جوابی برای آن ندارند. چاره های زیادی از جمله مدل های تورمی اندیشیده شدند. این مدل تورمی هم یکی از این به نظر من هزیان هاست. که عالم داشته منبسط می شده که رو ما حساب کردیم. اگر با این مدلی که داریم اومگا کی اینه و اگر زد در روز اول خیلی بزرگ باشه، مخصوصا این ببین
این زد رو بگیرین ده دان چهل یا کدوم از این زد ها رو خب این عملا صفر دیگه خب و این صفر بودن این از روز اول تا حالا باید کشیده شده باشه و عالم و اگر این صفره در روز اول اون بقیه مجموع امگاها باید در اون زمان هم یک بوده باشه چطور شده در این عالم که با این سرعت تغییر میکنه و این همه تغییر کرده مجموع این و هر کدوم با آهنگ مختلفی تغییر میکنه هنوز که هنوزه امروز هم یک بمونه صحبت اینه نه مدل تورمی رو یه جایی اشاره کردم بهش نه اینا رو بخونیم دیگه ساعت چنده؟ نه؟ چه من تو گوشی من اینجا نیست مانیتور آها 12:28 یه خورده دیگه بیشتر حرف بزنیم ببینیم این چیزا تا اندازه قابل فهمه در زمانهای اولیه ببینید چگالی انرژی تابشی به نسبت یک بر ای به توان چهار کم میشه چگالی ماده به نسبت یک بر ای به توان سه دوتا با آهنگ مختلف چیز میشن اگر به زمانهای خیلی خیلی اولیه برگردیم که ایتی خیلی کوچیکه و این تابش باید سیطره داشته باشه برای اینکه بتوانه یک تقسیم بر ای چهاره ای رو اگر کوچک بکنید ای چهار سریعتر بود تا ای بتوانه سه ولی به زمانهای بعدی که میرسین این یک بتوان ای چهار سریعتر نزول میکنه تا ای بتوان سه پس بنابراین در عالم اولیه میتونید حدس بزنید که عصر تابش عصر سیطره تابش بوده اینم باید عوض بشه من باید اینم عوض بکنم عصر سیطره تابش باید خونده بشه اونجا درسته خیلی خوب و بعد AT به نسبت HT به توان یک دوم تغییر میکنه یه بعدها که فرمولا عوض میشن عصر سیطره ماده هست و این مرحله میرسین ببینید یه عالم اولیه فرض کنه خیلی داغه فوتون هایی که وجود داره بسیار بسیار پر انرژی هستن هر ماده سر راه ببینن و جذب بشن دفع بشن متلاشیش میکنه بنابراین ماده ای که بگیم که چی هست کدام عنصر وجود نداره الکترون پروتون نوترون وجود ندارن اینا برای اینکه خود پروتون هم یکی از این فوتون های انرژتیک بهش بخوره اونو داغون میکنه به چی داغون میکنه؟ خب این رو اونایی که ذرات بنیادی کار میکنن شاید بتونن بگن کوارک نمیتونه باشه برای اینکه خود کوارک داستان دیگری داره که نمیشه کوارک آزاد رو دید یه سوپیست نمیشه گفت نه ریدیشنه نه ماده است وقت دورتر که میدیم
به زمانهای بعدی عالم بزرگ میشه، به قدر کافی سرد میشه، فوتون‌ها به قدر کافی انرژیشون رو از دست میدن، چون به نسبت یک بر ای چهار اینا طول مدشون تغییر میکنه. اون وقت دیگه ماده شروع میکنه به تشکیل شدن. اولا چیزی هم که انتظار دارین الکترون و پروتون باشه و شاید هم نوترون، یعنی هیدروژن تشکیل بشه. بعد از اون اگر انتظار داریم ماده تشکیل بشه چی باید باشه؟ هلیوم سبکترین این چیز هست. وقت و اگر یه خورده جلوتر بریم به عالم به قدر کافی سرد شده است که به بقیه دیگه تشکیل نمیشن اصلا، چون برای اینکه اگر شما مثلا بریلیوم بخواین تشکیل بدین، عنصر سوم در جدول مندلیف هیدروژن، هلیوم، بریلیوم، عدد اتمش 7. وقت لازمه اینه که دو تا اتم هلیوم برن تو شکم هم، یا مثلا یه اتم هلیوم دو تا سه تا پروتون یا نوترون جذب بکنه بشه 7. ولی خب دیگه انرژی به قدر کافی نیست که این اتم رو بتونن شکم هم دیگه، این دیگه عناصر دیگه تشکیل نمیشه. عالم اولیه گفته میشه و حدس خوبی هم هست که قاعدتاً باید 75% اینطورش هیدروژن بوده باشه، 25% هلیوم و سلام عناصر سنگین درش. دقیق‌تر گفتیم بعد 73% و 27% هیدروژن و هلیوم. عناصر سنگین هم تشکیل نمیشن در اون شرایط کیهان اولیه. و اگر بعداً ما در روی کره زمین نمیدونم مس و آهن و آلومینیوم و سیلیس و این چیزا میبینیم، اینا در داخل ستاره ها در وقتی که به حالت نووا و سوپرنووا میرسن تشکیل میشه. دماهایی در حدود 560 میلیون درجه در داخل سوپرنووا ممکنه وجود داشته باشه، در اون شرایط تشکیل میشه. بنابراین یک عصر سیطره تابش داریم و یک عصر سیطره ماده، و الان قاعدتا باید بگیم از سیطره ماده است، برای اینکه دیدیم تابش پس زمینه چقدر انرژیش کم بود. ولی عالم رو منقبض بکنین و بکنین، اون به نسبت یک بر ای چهار بالا خواهد رفت، این یکی به نسبت یک بر ای سه، اگر قرار باشه عالم یه روزی منقبض بشه دوباره چیز معکوس خواهد شد. بین اینا مدل فریدمن رابرتسون واکر، اون فرمول اولیه، چند تا حالت خاص این بد نیست با اینا آشنا بشیم. مدل های فریدمن ثابت کیهان شناختی برایشون صفر گرفته میشه، به صورت زیر در میان ای صفر مساوی این برای ماده، این برای ریدیشن، این برای کی، و فرمولا رو باید داشته باشیم. کی اگر صفر باشه این مساوی با این مساوی با این، کیهان حالت سه حالت تشکیل میده، کی مساوی با صفر، کی مساوی با یک، و کی مساوی. اینا فرمولای ریاضی نوشته شده، انتظار نداشته باشین که کیهان اینطوری باشه، اگر هم شد شده، ولی فرمولای ریاضیه که یک بگذار یا صفر بذار یا منهای یک بذار، این فرمولا رو به دست میاد.
کیهان حالت دو همیشه مثبت داره، حالت سه همیشه منفی داره. مدل دوسیته از اون چیزهای جالبه. بازم اینم یه عالم ریاضیه. مدل دوستنشتن تخت بدون تابش و بدون ماده، عالم خالی از همه چیز. جواب معادله با توجه به اینکه اومیگا لامدا یک باشه، فقط اومیگا لامدا داره، یک، بقیهش صفر. باید ای این باشه برش. بر حسب ای صفر حاضرمون باید به این ترتیب بر حسب زمان تغییر بکنه. مدل دوستنشتن کیهان رصد پذیر را که میشناسیم نمایندگی نمی کند، ولی می تواند حالت مجانبی برخی از مدل های لامدا سی دی ام در حد تی به بی نهایت و ای به سمت بی نهایت باشد. مدل دوستنشتن آغاز مهربانگ هم ندارد، از نقطه صفر شروع نمی کنه. فرمول نگاه بکنید دیگه، اگر این تی رو صفر بگذارین، آغاز کیهان تی رو صفر بگذارین، ای مساوی با ای صفر، از یه ای صفری شروع کرده. این حرف رو خوب بفهمیم، میتونیم حالت مجانبی باشه. این عالم حاضر الان داره منبسط میشه، چگالی ماده به نسبت یک بر ای به توان سه، چگالی تابش به نسبت یک بر ای به توان چهار، ماده تاریک هم اگر هست اونم مثل یک بر ای ماده معمولی. اگر خیلی خیلی اینا منبسط میشه اون به صفر میل میکنن دیگه، نیست. اون چیزی که میمونه توی فرمول فقط کیه. پس بنابراین مدل دو سیته میتونه حالت مجانبی این مدل های لامدا سی دی ام باشه وقتی که زمان به بی‌نهایت میل میکنه. مدل لومتر، این مدل ها بخشی از مدل های فریدمن در حضور ثابت کیهان شناختی هستند. برای حالت های گوناگون آن خواننده میتواند به رفرنس. یه افق ذره هم یکی از اون گرفتاری های مدل های کیهان شناختی. پذیرفته ایم که سرعت نور بالاترین است و نمیتوان بین رخدادهایی که فاصله زمانی مکانی آنها مکانگونه است، دو داد سر زمانگونه میگفتیم، اگر سی دو دی تی دو بزرگتر از دی اکس دو باش، برعکسش مکانگونه میگفت. نمیتوان بین رخدادهایی که فاصله زمانی مکانی آنها مکانگونه است پیام فرستاد و پیام دریافت کرد. این یادتون هست دیگه از نسبیت خاص. چنین رخدادها نمیتوانند رابطه علی داشته باشند. یکی نمیتونه علت دیگری باشه چون رابطه بینشون نبوده و از هم علی داشته باشند و از همدیگر اثر بپذیرند. بیشتر مدل های کیهان شناختی FRW با مهربانگ آغاز می شوند. در لحظه تی مساوی با صفر، از ای صفر مساوی با صفر شو آغاز به انبساط می کنند. می توان پرسید یک ناظر بنیادی در زمان تی خود دورترین فاصله ای را که می تواند رصد کند چقدر است؟ ما یه ناظر بنیادی چه فاصله ای رو حد اکثر میتونیم رصد بکنیم؟ تا اون اندازه که بتونیم ازش پیام دریافت بکنیم دیگه. از جایی که نتونیم پیام دریافت بکنیم، او رو قادر نخواهیم بود رصد بکنیم و راجع بهش قضاوت بکنیم. و حتما چنین جاهایی وجود دارن مطابق این مدل مهربانگی که داریم فرض میکنیم. نه، عالم مهربانگ یک کش اینور میره، یک کش اینور میره. شما از اون
فاصله اون تا شما مکان گون است. فاصله هاش انقدر زیاده شما دیگه از اون پیغام نمیتونید دریافت. جهان متناوب ما صحبت نکردیم. با متناوب آره راست میگید. بله یکی از اونا جهان متناوب بود. بله بله اگر درست باشه این حرفا بله حرفای شما هم درست. اینجا صحبت اینه که کجاها را ما میتونیم ببینیم. میتوان پرسید یک ناظر بنیادی در زمان تی خود دورترین فاصله ای را که میتواند رصد کند چقدر است؟ اگر با فضا زمان تخت مینکاوسکی سر و کار داشتیم جواب روشن بود دی مساوی با سی تی. درسته؟ در زمان تی فاصله ای که از زمان تی تا به حال فاصله ای را که میتونیم ببینیم سی تی دیگه نیست که پیغام میرسه. در کیهان FRW به سبب انبساط به بیش از این مقدار میرسیم. فرض کنیم کهکشانی یعنی یه ذره، کهکشان ذره فرض کنیم. در فاصله مختصاتی کای مساوی با این مقدار از ناظری که در مبدا مختصات است در زمان تی یک یک پیام نوری بفرستد و ناظر نشسته در مبدا آن را در زمان تی دریافت کند و این فاصله را شما خواهید دید. این دیکایه، ای دیکایی که اینجا به این ترتیب نوشته شد. کای این مقدار باشه و این فاصله از تی یک تا دیده شما این فاصله رو فقط میتونید ببینید و این بزرگتر از سی تیه اگر کیهان تخت باشه، اگر کیهان چیز باشه، که مثبت باشه. دورترین فاصله که ناظر میتواند رصد کند آغاز کیهان در تی یک مساوی با صفر است و این مقدار دی پی تی را افق ذره برای ناظر نشسته در مبدا میپیماید. کلمه افق هم این ترتیب اصطلاح روزمره است. شما در یه دشت تا کجاها میتونیم ببینیم؟ تا افق دیگه، ورای افق شما دسترسی ندارید. حالا افق هر چی میخواد معناش براتون داشته باشه. پس بنابراین شما از عالم موجودمون در زمان تی که هستین یا هر ناظرینه اینقدر میبینه. دی پی را ذره، افق ذره پارتیکل هورایزن برین تا ناظر نشسته در مبدا مینمان. هر ذره یا هر کهکشان که در درون کره به شعاع دی پی باشد میتواند به ناظر مورد نظر پیام بفرستد و احیانا او را متاثر کند. بیشک در مدل های FRW بخشای از کیهان هستند که بیرون از افق دی پی قرار می گیرند و نمی توان با اونها اندر کنش داشت. دشواری افق همین چیز رو میگه. با تعبیر که از افق ذره در کیهان های منبسط شونده شد مدل استاندارد به دشواری برمیخورد. برای ناظر زمینی در عصر حاضر تی صفر 13.5 × 10⁻⁹ ساله. در 9
درسته؟ بله. افق ذره دی پی تی 10 به توان منهای 28 سانتی متر، بالا 28 سانتی متر. دست های نجومی نشان میدهند اقلا تابش پس زمینه کیهانی با دقت بسیار خوبی همگن و همسانگرد است. از سوی دیگر همین تابش با گذشت زمان لایه به لایه در افق ناظر پیدا شده است. من سرم گیج رفت، اون رو بخونم، خودتون بخونید. از این دشواری‌ها یکی دشواری تخت بودن فضا بود، صحبت کردیم. یکی این دشواری افقه. اون وقت بعد این مدل تورمی هم برای اینی که این جواب بده و در خوشبینانه ترین حالت باید گفت مدل‌های جایگزین مشکل را از جایی به جای دیگر میبرند و بعضا در نبود شواهد رصدی قابل توجه دشواری های بیشتری میآفرینند. این کم و بیش پایان کتاب ما میشه، نه؟ ها؟ ها؟ دادم قولتون بکنه دیگه. فردا آزاد.